मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे مامانم چطوره؟ حالشون خیلی خوب نیست. مامانمو نجات بدین آقای دکتر. لطفاً نجاتش بدین. ببینین ما تلاش خودمونو میکنیم. ولی حمله قلبی خطرناکی داشتن. من میتونم ببینمش. حالا ایشون تو آی سی او هستن و بیهوش. شما دعا کنین. ما هم تلاشمونو میکنیم. تمنا جون گریه نکنین، حالشون خوب میشه. بیلو اگه مامانم چیزیش بشه منم زنده نمیمونم. مامانتون هیچیش نمیشه، دکتر که بهتون گفت شما دعا کنین انشالله خوب میشه. بیاین اینجا بشین. آره خوب میشه. باید به مامان زنگ بزنم، اون اگه بیاد میتونه مراقب تمنا جون باشه. ولی اگه یه اتفاقی بر عمه بیفته چی؟ تمنا جون من الان میام. ببینم علی آقا هستن؟ آره هستن. میخوام ببینمش. بفرمایید. الو الو مامان. پسرم بیلو تو چطوری؟ مامانتو کلا فراموش کردی؟ عجبا مامان، مگه میتونم فراموشت کنم؟ تو خودت بهم گفته بودی که حواسم به این باشه که چطور دارای مینا رو تصاحب کنم. خب حالا چی کار کردی؟ مامان تو اصلا نگران نباش. چطور نگران نباشم پسرم؟ بدون تو زندگی کردن واسم خیلی سخت شده بیلو. مامان گوش کن، فعلا یه چیز خیلی مهم باید بهت بگم. ها؟ چه چیز مهمیه؟ مامان مربوط میشه به عمه شایسته. آره آبجی شایسته باز چی کار کرده؟ نه مامان اون کاری نکرده، عمه حالش خیلی بده، ما الان بیمارستانی. خب بیمارستانه، حالا من چی کار کنم؟ وای مامان این چه حرفیه که میزنی؟ اون مادر زنمه، تو نمیخوای بیای عیادتش؟ اوه آفرین، خیلی به فکر مادر زنتی. اون زمان که اون زنت منو از خونه بیرون انداخته بود آبجی شایسته کجا بود؟ یه بار نیومد به همون سر بزنه. خب مامان داری درست میگی، اما اگر نداری، من با اون آدم ها هیچ رابطه و نسبتی ندارم. به درک که میخوان بمیرن یا زنده بمونن، اگه به من باشه که در جا کاری میکنم تو مینا رو زودتر طلاق بدی. مامان اینقدر عصبانی نباش، تمنا چه فکری میکنه وقتی به عیادت مامانش نیای؟ هر چی فکر میکنه بذار بکنه. من بهت گفتم دیگه من با زن تو عضوی از خانوادش هیچ رابطه و نسبتی ندارم، فهمیدی؟ به درک. الو مامان، مامان. هی این مامانم تو عصبانیت اصلا فکرش کار نمی کنه. اگه تمنا جون ازم بپرسه که چرا خانواده‌ات نیومدن چی بهش بگم؟ یالا بیلو یه فکری بکن، یه فکری بکن دیگه یالا. آه
ساکت وای میسی و مزخرفات اینو میشنوی؟ حالا که گیر افتاده همه یه تقصیرها رو گردن من میندازه. هوی دختر یه احمق، تو چی فکر میکنی؟ که هر تهمتی بخوای به من بزنی علی قبول میکنه، آره؟ علی من بهت دروغ نمیگم، بهم اعتماد کن، همه اون کارا رو عمه کرده. کافیه حسنا، بس کن. من هیچ وقت فکرشم نمیکردم که تو بتونی اینقدر پست باشی. علی حداقل به حرفش گوش کن. اینی تو ساکت باش. تو نمیبینی اون دختره چجوری داره به مادر تهمت میزنه؟ همه ی دنیا میدونه من چقدر علی رو دوست دارم. علی کافیه دیگه، من دیگه تحملشو ندارم. این دختره رو طلاق بده و از دستش بگیر و بندازش بیرون. علی لطفاً بهم اعتماد کن، من علیه تو هیچ کاری نکردم، من فقط رفته بودم داداشو ببینم، من واقعا نمیدونستم اون بهت شلیک کرده. این دختره اینجوری حالیش نمیشه، مجبورم خودم بندازمش بیرون. یالا گمشو بیرون. داداش تو کجا رفته بودی؟ رفته بودم با تلفن صحبت کنم. چی شد؟ حال مامان دوباره بد شده بود. دوباره؟ اما دکتر بهش دارو تزریق کرده، فعلا بهتره. خدا رو شکر. تو به کی رفته بودی زنگ بزنی؟ داشتم با مامان صحبت میکردم، گفتم قضیه عمه رو بهش بگم، اما اون بیرون از شهره، گفت که خیلی زود برمیگرده. بیلو مامان من خوب میشه نه؟ آره آره حتما خوب میشه، شما نگران نباشید. انشالله خوب میشه. تو چطور جرأت کردی تا اینجا بیای؟ ببین من میدونم این چیزی که تو دیدی فقط یه سوء تفاهمه، ولی استاد تو این قضیهش تقصیری نداره. دیدی علی چطوری به فکر این همسرته؟ گمشو از اینجا، ما اصلا نمیخوایم حرفاتو بشنویم. تو یکی دهنتو ببند. تو اومدی تو خونه منو داری به خانواده من توهین میکنی؟ کدوم خانواده؟ این زن بزرگترین دشمنته. دیدی علی این نقشه یه این دوتاست، اینا دارن به هم تهمت میزنن، از اینجا بیرونشون کن. من تا وقتی بیگناهی خواهرمو ثابت نکنم اینجا نمیرم بیرون. ولی ما با تو هیچ حرفی نداریم، پس از اینجا برو. نه خیر علی، تو پلیسو خبر کن، اینا اینجوری نمیخوام برن. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن، دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه، توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. تمنا جون آب بخورین. نه آب نمیخوام. آخه اینجوری که شما مریض میشین، از کی دارین گریه میکنین؟ بگیرینش. مامانم چطوره؟ معذرت میخوام، نتونستیم نجاتش بدیم. تمنا جون حالتون خوبه؟ آروم باشید.
از اینجا بریم، وگرنه اینا پلیس رو صدا میکنن. نه حسنا، نه، من تا وقتی بیگناهی خواهرم رو ثابت نکنم اینجا نمیرم بیرون. نمیتونم تحمل کنم به خاطر من زندگی خواهرم از هم بپاشه. زندگی؟ چه زندگی؟ قبلا سر و سامون نگرفته بود، الانم سر و سامون نمیگیره. چون خیلی زود علی اینو طلاق میده و از این خونه بیرون میندازتش. بعدش هم تو میدونی و این خواهره دوست داشتنیت. من تو زندگیم تا به حال زنی به این کثیفی ندیده بودم. از سکوت من سوء استفاده نکن، از این خونه برو بیرون. همین الان گام شو، برو بیرون. اینجوری نه، تا وقتی بیگناهی خواهرم ثابت نشه من از این خونه بیرون نمیرم. فهمیدی چی میگم؟ تو نمیدونی این زن در حق چه کارایی که نکرده. تو فقط یه بار به حرفم گوش بده، من همه واقعیت رو بهت میگم. این اینجوری نمیره علی، من همین الان به پلیس زنگ میزنم. اینی گوشی تو بده، من به پلیس زنگ میزنم. زود باش دیگه داداش. نه امی، میخوام حرفاشو بشنوم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بیلو، باز دوباره چی شده زنگ زدی؟ مامان گوش کن، عمه شایسته فوت کرد. الو مامان، صدامو میشنوی یا نه؟ آره میشنوم. مامان تو یه کاری بکن، یه راست بیا خونمون، در زم بابارم با خودت بیار. من هیچ جایی نمیام. مامان چی داری میگی؟ من گفتم که نمیام، نمیذارم از خونمونم کسی بیاد. مامان نشنیدی چی گفتم؟ عمه شایسته دیگه تو این دنیا نیست. بیلو من هم شنیدم هم فهمیدم چی گفتی. من قبلا باهات حرفامو زدم، حرفی نباشه، از خونه ایمام هیچ که اونجا نمیاد. وای مامان، اگه تو نیای مردم چه فکری میکنن؟ تمنا چه فکری میکنه؟ هرکی هرچی دلش میخواد بذار فکر کنه، به من اصلا ربطی نداره. من بهت گفتم من تو اون خونه اصلا پامو نمیذارم. یعنی مامان تو پسرت هم میخوای ول کنی؟ خدا نکنه، این چه حرفیه؟ من چرا پسرمو ول کنم؟ خب خودت داری میگی که خونه من نمیخوای بیای. نه خیر، خونه تو حتما میام. ای بابا، مامان من که اصلا حرفاتو نمیفهمم. پسر احمق دیوونه، اون خونه مال تو نیست. روزی که اون خونه مال تو بشه مامانت حتما میاد، اونم با خوشحالی و غرور تمام میاد. اما مامان ببین بیلو، نکنه تو دلت رام شده و اون تمنای هیلگر تو رو به دامش انداخته ها؟ نه مامان، اصلا اینطوری نیست. آها درسته، پس من همون حرفی که بهت زدم و روش تمرکز کن. باشه، اون خونه رو مال خودت کن، اون وقت من میام با خوشحالی تمام خونه پسرم میمونم. فهمیدی؟ باشه مامان، اما بازم فکراتو بکن. اگه امروز میومدی خیلی شمیم هر تصمیمی بگیره پاش وای میسه. شنیدی چی گفتم؟ اینم بگم، نیاز نیست به بابات زنگ بزنی خبر بدی، وگرنه اون نسبت فامیلیش دوباره یادش میاد. فهمیدم مامان. خب دیگه من قطع میکنم، تو کوچه دارم حرف میزنم، مردم نگام میکنم. برو خدافظ، به بابات زنگ نزنی. این پسر اعصاب منو خورد کرد، آدمای دیوونه. آی بیلو، اما علی تو بگو چی میخوای بگی؟ من میدونم که تلاش کردم تو رو بکشم، اما من با دشمنی نداشتم، من فقط به خاطر مینا این کارا رو انجام دادم. تو تمنا رو از کجا میشناسی؟ مینا نامزدم بود آقا، این عمت هم بهم قول داده بود که واسه برگردوندن مینا پیشم بهم کمک کنه. این بهم گفت که مینا خونه بیرون زده، منم اومدم و مینا رو دزدیدم. اگه اون روز تو سر نمی رسیدی، امروز مینا زن من بود.
واسه دوزیدن مینا این عمت با هم همکاری کرد. علی اینا همش دروغه، همش دروغه. پس بگو ببینم کی اون مواد مخدر رو تو ماشین علی گذاشته بود که اون با مینا عروسی نکنه. اونم دروغه؟ علی من همچین کاری نکردم، به هم اعتماد کن. ببینم اصلا فکر کردی که آخرین نفری که تو ماشینت بود کی بود؟ اون روزی که پلیس ها جلوتو گرفتن کی بود؟ علی من واقعا متاسفم که تو رو تو روز عروسیت دارم میبرم سر کار، واقعا متاسفم. منو گذاشتی مامان، تو هم به این فکر نکردی که دخترت بدون تو چطور زنده میمونه؟ به این فکر نکردی؟ تمنا جون من میدونم که این غم خیلی بزرگیه، اما من کنارتون هستم، من پیشتونم. حالا منو تنها بذار. بیرون شما رو کار دارن. من نمیخوام کسی رو ببینم. تمنا جون میخواین چی کار کنین؟ جنازه مامانتون اون بیرونه. من میدونم که شما عمه رو خیلی دوست داشتین، منم عمه رو خیلی دوستش داشتم، ولی خب با سرنوشت که نمیشه جنگید. باشه من خیلی اذیتتون نمی کنم، اما لطفاً بیاین بیرون. تمنا جون من یه مقدار پول میخوام. این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. چرا اینجوری نگاه میکنی علی؟ تو داستان ساختگی این آدمو باور میکنی؟ آره؟ اگه به حرفم اعتماد نداری اون جناب سرگرد رو صدا بزن، ازش بپرس این چقدر بهش پول داده. بپرس. واقعا اگه اینا حقیقته چرا از اول نگفتی؟ حالا این داستان رو به خاطر نجات حسنا از خودت ساختی؟ نه بگو. من همه این کارا رو واسه این کردم که مینا رو میخواستم، ولی حسنا خواهرمه، نمیتونم تعامل کنم به خاطر من زندگی حسنا نابود بشه. علی من دارم بهت میگم این دوتا میخوان به من تهمت بزنن. این زنت میخواد با همدستی پسرعموش منو توی دام بندازه. من هیچ کاری نکردم. و تو چرا این دوتا رو از خونه بیرون نمیندازی؟ علی بیرون این همه آدم اومده، باید در شأن و منزلت شما ازشون پذیرایی بشه. باشه از کیفم بردار اون پولو که تو بیمارستان خرجش کردم، اگه میشه یه چک بهم بدین. ولی دست چکم پیشم نیست. من براتون آوردمش. بفرمایین.
بیرون اون همه آدم گفتم کسی برش نداره، واسه همین پیش خودم نگهش داشتم. رقمشو ننوشتین. این چک سفید بیلو، خودت هر چقدر میخوای بنویس. حالا میتونی تنها بذاری؟ ببین داداش علی، من میدونم وقتی یکی از عزیزات فریبت میده خیلی اذیت میشی. من بهت خیلی بد کردم، درست؟ ولی الان تو شوهر خواهرمی و نمیتونم ببینم اتفاقی بین تو و خواهرم افتاده. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هرچی میخواستی بگی رو گفتی؟ یالا، حالا از اینجا برو. من میدونم که علی پسرم به من کاملا اعتماد داره. اون هیچ وقت به تو اعتماد نمی کنه. داداش، بیا بریم. اما حسنا، اینجا هیچ کس به حرفتون اعتماد نمی کنه و من بیشتر از این نمیتونم تغییر شدنتون رو ببینم. صبر کن. علی، تو چرا مانع رفتن اینا میشی؟ یعنی من دروغ میگم؟ تو به من اعتماد نداری؟ این دختری که دو روز اومده از عمد بیشتر برات عزیز شده؟ با تمام احترامی که براتون قائلم، نمیتونم حرفتون رو باور کنم. امه اما علی، تو چی داری میگی؟ من چرا به دروغ بگم؟ باور کن، من این عبدالقادر رو اصلا نمیشناسم. آره دیگه، این منو نمیشناسه، دروغم نمیگه. واسه همین من همه تماسهای تلفنیمو باهاش ضبط کردم. اون زنی که به برادرزادش رحم نمیکنه با من چطور میتونه صادق باشه؟ بشنو. مشکل تو چیه؟ چرا هر بار بهم زنگ میزنی و اذیتم میکنی؟ چی میخوای؟ به پلیس گزارش بدم؟ تو نمیتونی گزارش منو به پلیس بدی، چون خودت خوب میدونی اگه من گیر بیفتم تو هم حتما گیر میفتی. تهدیدم میکنی؟ اگه حرفم کجاش دروغه؟ اون مواد تو گذاشتی، بعد برادرزادت رو بازداشتگاه فرستادی. آره، من علی رو فرستادم بازداشتگاه. خب که چی؟ تو هیچ وقت نمیتونی ثابتش کنی. اگه تو تلاش کردی کاری کنی، برعکس من تو رو قاطی این پرونده میکنم. پول قدرت خیلی زیادی داره. منم خیلی پول دارم. تو فقط به من آدرس مینا رو بده. من با هیچ دعوایی ندارم. من نمیدونم. فهمیدی؟ اینو خاموشش کن. تمومش کنی مزخرفاتو.
علی من دارم بهت میگم این نقشه این دوتاست. اینا دارن تو روز روشن به من تهمت میزنن. علی اینا حقیقت نداره. علی حرفمو گوش کن. نمیخوام دیگه چی بشنوم. بس کنید. بس کن دیگم. چقدر میخوای دروغ بگی؟ من راجع به شما چی فکر میکردم؟ شما با من چی کار کردی؟ خیلی ناراحت شدم وقتی از مرگ خاله با خبر شدم. تقدیر خداوند. چه مصیبتی. ولی چی کار میتونیم بکنیم؟ تمنا لطفاً مراقب خودت باش. لطفاً حواست به خودت باشه. مطمئنم خاله تا لحظه آخر که داشته میرفته نگرانت بوده. تا کی میخوای سوگواری کنی؟ من علی رو دیدم، با اون همسرش خیلی خوشحاله. رافه لطفاً من نمیخوام در این مورد حرف بزنم. تا کی؟ آخه تا کی از حقیقت چشم پوشی میکنی؟ من میدونم، مطمئنم که تو هنوزم اون علی رو دوست داری. وگرنه چرا باید با همچین آدمی ازدواج کنی؟ چرا میخوای خودتو تنبیه کنی؟ رافه این مسئله شخصی منه. من بهت اجازه نمیدم تو مسئله شخصیم دخالت کنی. و علیو هم خیلی وقت فراموش کردم. اما صورتت نشون میده که داری دروغ میگی. رافه من اصلا حالم خوب نیست. باید استراحت کنم. امیدوارم ناراحت نشی. چند بار نصیحتتون کردم؟ ولی شما به هیچ حرفم گوش ندادین. خجالت میکشم که شما رو مامان صدا میزنم. شما تلاش کردین که علیو بکشین. تو خجالت میکشی به من مامان بگی؟ پس برو، برو از علی معذرت خواهی کن. حتما میبخشتت. منم که هیچی. من تنهایی یه جایی واسه موندن پیدا میکنم. میرم خودم. اما مامان شما میتونین از علی معذرت خواهی کنین. هرچی نباشه کارای بدی در حقش کردین. من و معذرت؟ به هیچ وجه. مالا مالا میره همیره تو ہی سہارا مالا مالا میره همیره تو ہی سہارا مالا مالا میره. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.